بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی. سردار نویقدم حرفای جالبی زده، بریم با هم ببینیم. اسرائیل نابود شده، نیروی سازمانی به هم ریخته. اسقاطیل نابود شده یعنی چی؟ یعنی نیروهاش رو از دست داده، از یه طرف نیروها خستن و نیروهای جدیدی رو آورده. این نیروهای جدید ارتشی نیستن، دقت بکنید، نیروهای احتیاط و ذخیره اند. نیروی سازمانی در خط نیست، اینها نیروهای احتیاط ارتش را فراخوانی کردن. بله. اونها هم آدمای معمولی اند، آوردن گذاشتن تیرن اونجا، اونها هم دل و جرأت مقاومت را ندارن، یه تکونی بخورند. به سمت جولان، جولان را تصرف کردن. انشاءالله. من این رو به رزمندگان عزیز سوریه از همینجا قول میدهم این اتفاق شدنیه و میتونه بیفته. سردار نویقدم از کجا داره صحبت میکنه؟ وقتی از جولان صحبت میکنیم این قسمت هست. ببینید دریاچه تبریه رو ببینید، اینجا مرز اردنه، از اینجا به بالا تا این قسمت میشه جولان اشغالی. حالا با توجه به نوع جغرافیای منطقه که دارید میبینید، اگر اسقاطیل حتی بخواد از طریق جنگنده هاش، یعنی باز تو همون حوزه جنگ هوایی ورود پیدا بکنه، باز هم کار سختی داره در مواجهه با برای بچه های مقاومت. هرچند میتونه مزاحمت هایی رو ایجاد بکنه، اما همین حضور یعنی ورود به جولان اشغالی هرچند سخته ها. ببینید ما نمیخوایم ساده سازیش بکنیم بگیم بله اینا یه قدم بذارن اونور وارد بشن دیگه تموم شد، نه، کار سختیه، چون با یک رژیم صفاکی طرف هستی که هیچ حد و مرزی نداره، خط قرمزی برای جنایتش نداره. جنایت هایی هم که داره مرتکب میشه عمدتا از طریق همین جنگنده و نیروی هواییشون هست. اما اگر یه جرقه ای بخوره برای بچهای محور مواد از سوریه وارد جولان بشن، مسیر رو هموار میکنه برای عراقی ها و بعد یمنی ها، چون مقاومت عراق با توجه به اقداماتی که داره انجام میده و پهپادهایی که داره شلیک میکنه به سمت سرزمین اشغالی نشون داده که تمام قد پشت محور مقاومت هست، خصوصا در این منطقه. اگر بحث ورود زمینی باشه، از اون طرف یمنی ها مدت هاست که دارن میگن آقا ما هر لحظه آماده ورود به این منطقه هستیم. حالا اگر این اتفاق بیفته، یعنی این بحث تهاجم زمینی به سمت سرزمین‌های اشغالی، که خب حالا می‌دونید دیگه این سرزمین اشغالی که صحبت می‌کنیم متعلق به سوریه است، متفاوت از سرزمین‌های اشغالی فلسطین رو منظورمون هست، اینجا متعلق به سوریه است، اما یه گام به اسقاطیل نزدیک‌تر میشه، یعنی حلقه محاصره تنگ‌تر و تنگ‌تر میشه، فشارها زیادتر میشه، تمرکز اسقاطیل از لبنان برداشته میشه و باید متمرکز بشه بر یک نقطه واحد که محل تجمع نیروهای محور مقاومت از چند جبهه است. دقت کردی چی شد؟ الان اسقاطیل در چند جبهه درگیره. حالا جسته و گریخته مثلا به سوریه حمله میکنه، تو غزه جنایتی مرتکب میشه، اما هدف اصلی فعلا لبنانه. اگر محور مقاومت اینجا تجمع داشته باشه و بخواد بحث ورود زمینی پیش بیاد، اسقاطیل مجبوره که معطوف به این منطقه بشه، منطقه‌ای که جغرافیای اینجا تقریبا چیزی مشابه برخی نقاط جنوبی لبنانه، و اگر نیروهای زبده‌ای مثل تیپ رزوان در اینجا مستقر بشن، یه مقدار کار اسقاطیلیا سخته. از اون طرف حمایت دیپلماتیک هم لازمه، یعنی در کنار حمایت نظامی حمایت دیپلماتیک هم لازمه، که امروز آقای عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمون در دیدار با همتای سوریه خودش صحبت‌های جالبی داشته، بریم با هم ببینیم. مذاکرات بسیار خوب و مثبتی رو داشتیم الان در مورد تحولات منطقه غزه و لبنان، تبادل نظر کردیم در خصوص روابط مستحکم و راهبردی تهران و دمشق صحبت کردیم. تمایل قطعی در هر دو کشور وجود داره برای گسترش این روابط در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی. ما در کنار دولت و مردم سوریه بودیم، هستیم و خواهیم بود، هم در جریان بحران داخلی و پروژه ناامنسازی سوریه در کنار این کشور بودیم، هم در دوره تثبیت و آرامش این کشور، و الان هم
در مقابل تهدیدات رژیم صهیونیستی در کنار سوریه، دولت سوریه و مردم سوریه هستیم. ما از ثبات و یکپارچگی سوریه حمایت میکنیم. هر گونه دخالت خارجی و هر گونه تلاش مجدد برای ناامنسازی در سوریه رو محکوم میکنیم. حضور نیروهای بیگانه و سرقت نفت و انرژی مردم این کشور توسط آمریکا رو محکوم میکنیم. جنگ افروزی رژیم صهیونیستی و توسعه دامنه تنش از فلسطین به لبنان و سوریه نشان دهنده ماهیت ستیزجو و توسعه طلب و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی هست که برای نقض صلح و ثبات در منطقه صورت میگیره. ما این رو شدیداً محکوم میکنیم و انتظار داریم از جامعه بین الملل، سازمان ملل، شورای امنیت که به انفعال موجود در این زمینه خاتمه بدند و این جنایت ها رو قاطعانه محکوم میکنند. ما از نقش سوریه در حمایت از فلسطین، در حمایت از لبنان، در حمایت از محور مقاومت تجلیل میکنیم و تشکر میکنیم. از مواضع انسان دوستانه دولت سوریه و شخص آقای بشار اسد رئیس جمهور محترم این کشور در میزبانی از آوارگان لبنانی و آوارگان سوری ما قدردانی میکنیم. واقعا تحسین برانگیز هست که علی‌رغم مشکلات اقتصادی که سوریه باش مواجه هست، در حال حاضر قریب به 500 هزار نفر آواره لبنانی و آوارگانی که از لبنان به این کشور آمدند رو داره میزبانی میکنه. ما جمهوری اسلامی ایران در این زمینه در حد مقدورات خودش کمک کرده و خواهد کرد، ولی لازم هست که نهادهای بین المللی هم به کمک سوریه در این جهت بیان و در موضوع آوارگان کمک بکنند. ما از گسترش روابط و بهبود روابط سوریه با کشورهای عربی و کشورهای منطقه استقبال میکنیم. خوشحال هستیم که سوریه به اتحادیه عرب برگشته و حمایت خواهیم کرد که مجدداً به سازمان همکاری‌های اسلامی هم دعوت بشه و در این سازمان حضور پیدا بکنه. ما معتقدیم که حل و فصل اختلافات موجود میان سوریه و ترکیه باید به صورت مسالمت‌آمیز صورت بگیره و باید به تمامیت ارضی سوریه احترام گذاشته بشه، حمایت از گروه‌های افراطی و تروریستی متوقف بشه و ما هم از گسترش روابط سوریه و ترکیه در جهت ثبات منطقه حمایت خواهیم کرد، ولی همونطور که عرض کردم شرطش احترام متقابل هست، احترام به حاکمیت همدیگه و احترام به تمامیت ارضی دو کشور. در خصوص تبادلات اقتصادی بیش از 100 هیئت در سال بین دو کشور تبادل میشه. ما پروژه های مختلف اقتصادی رو در حال اجرا داریم و کمیسیون مشترک دو کشور سال گذشته برگزار شده، انشالله نوبت بعدی هم به زودی برگزار خواهد شد. من یک بار دیگه اعلام میکنم که جمهوری اسلامی ایران در کنار سوریه، در کنار محور مقاومت خواهد بود همواره و از هر گونه پشتیبانی دریغ نخواهد. خب همونطور که دیدید سید عباس عراقچی علاوه بر بحث حمایت تام و تمام از سوریه داره اشاره میکنه به اقدامات خوب سوری‌ها در دفاع از مقاومت هم در حوزه نظامی و هم بعد از جنگ تمام عیار اسقاطیل با لبنان که به هر حال یه بخشی از مردم لبنان مجبور شدن بیان به سمت سوریه و داره تشکر میکنه و این اقدام نشون میده که سوریه هرچند مستقیم وارد این نبرد نشدن اما غیر مستقیم دارن حمایت میکنن و اگر بخوان ورود مستقیم داشته باشن به جنگ با اسقاطیل، جولان اشغالی که متعلق به خودشون هست رو پس بگیرن، محور مقاومت خصوصا ایران تمام قد حامی اونهاست. اگر رویارویی پیش بیاد و اسقاطیل بخواد اقداماتی انجام بده، جمهوری اسلامی ایران به عنوان رأس هرم مقاومت در منطقه قطعا از سوری ها حمایت خواهد کرد و این یک پیغام مهمی هست در حالی که
آمریکا، اسکاتیل، انگلیس، فرانسه و برخی کشورهایی که با اینها ائتلاف نظامی و سیاسی غیر مستقیم رو در این مقطع دارن پیش میبرن، یه پیام مستقیم به اونها داره. اینها به دنبال فتنه در لبنان و سوریه هستن، خصوصا در حوزه جنگ‌های داخلی که بتونن اوضاع رو ملتهب و متشنج بکنن و بتونن از این طریق فشارها رو روی دولت‌های این دو کشور، خصوصا سوریه و لبنان، بیشتر و بیشتر بکنن که عقب نشینی یا آتش‌بس مورد پسند آمریکا و اسقاطیل و اون چیزی که دلخواهشون هست رقم بخوره، که جمهوری اسلامی ایران در این مقطع اولا با فرستادن آقای لاریجانی که پیام رهبر معظم انقلاب رو منتقل میکنه به مسئولین سیاسی هر دو کشور، از یک طرف این اقدام و از طرفی اقدامات دیپلماتیک و این موضعی که سید عباس عراقچی در قامت وزیر امور خارجه میگیره، نشون میده که این پیام ها به مسئولین هر دو کشور منتقل شده و در کنار اون به مردمشون هم منتقل خواهد شد و یک حس خوبی رو میتونه تزریق بکنه به جامعه ای که الان گرفتار مشکلات اقتصادی و از اون طرف تهدیدات نظامی هم هست، که ایران پشت شماست با اقتدار. یا علی، التماس دعا، خدا نگهدارتون.